دیگر و درودی برتر، درودی از برنامه شماره 87 دمی با شاهنامه و فرهنگ ایرانی. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روزگار رو به شادمانی بگذرانید. من مازیار قویدل هستم و روزی که شما برنامه رو میبینید یک شنبه 17 ماه جولای 2016 برابر است با انارام روز 27 تیر ماه 3754 آیین زرتشتی به برآورد ذبیح بهروز، 2725 مادی ایرانی، 2575 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1395 کوچی محمدی یا اسلامی و 1385 یزدگردی. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روزگار رو به آن گونه که میخواهید بگذرانید و بدان گونه که بهترین است ببینید. من باید پیش از هر چیز از شما سپاسگزاری کنم برای مهربانی هایی که میکنید، در پیام های ویژه‌ای که برای من مینویسید، گاه تلفن میزنید اگر تلفن منو دارید، ایمیل میفرستید و برای فیسبوک هم که برام بسیار پیام میگذارید برای خودم که دیده نمیشه. من از شما سپاسگزارم. بیننده های زیادی هستید که میبینید در فیسبوک، خب تلویزیونم که خودش میلیون ها بیننده گویا داشته باشه که گمان میکنم این گونه هست و مهرشون هم همیشه به من بوده و به دیگرانی که در راه فرهنگ گسترده و ارزنده میهنمون پشتی ایران میکوشن. از جناب دیاکو کارگردان فنی بسیار سپاسگزارم که همواره مهربانی میکنن، برنامه ها رو کارگردانی میکنن در چند هفته های گذشته. خب سخنمون از زال بود و گفتیم که زال در چند دوره بهش نگاه میکنیم. یکی زاییدنش بود و برخورد پدر با اون، اینو میگم برخورد پدر، نه برخورد کسی دیگه، برخورد پدر. پدری که بترسید سخت از پی سرزنش، شد از راه دانش به دیگر منش. این منش همون شخصیتی که ما میگیم، ما بهتره به جای منش شخصیت به کار ببریم، چه شخصیت منش به کار ببریم، چون شخصیت واژه ایرانی نیست، شخص ایرانی نیست. و من که میدونید از اندیشه اومده، بارها همواره گفتم اگرچه در برنامه گذاشتم یادآور شدم، و منش یعنی کردارهای برپایی اندیشه، و اگر کسی اندیشه نیکو داره، خوب داره، خب منش نیک داره، اگر اندیشه بد داره، منش بد داره. و هیچ دیر نشده اگر هر کدوم از ما اگر از اندیشه بد پیروی کردیم، به سوی اندیشه نیک روی بیاریم و این کار رو بکنیم. پدر سام نریمان، خودش پادشاه جایی که هستن هست، زابلستانه، و از پهلوانان بزرگ و رایزنان دربار پادشاهی ایران هست. با این روی، با دانش فراوانی که داره، میبینیم که از سرزنش مردم میترسه. اینو در سوئد بهش میگن گروپ پرس، فشار گروهی، و در انگلیسی هم باید یه همچی چیزی باشه. به روی این داره آموزش میده که اگر که همه که پیرامون شما هستن اشتباه میکنن، شما از ترسی که در خودتون اومده اشتباه اونا رو پیروی نکنید، درست بگید. فرهنگ کارش اینه که آموزش درست بده. فرهنگ میگه که اگر در همین آموزش های فرهنگی چیزی هست که امروز به کاربرد نداره، مال گذشته بوده، بذارید برای گذشته. آنچه که نندازید دور، هست، اینو داشتیم، مانند تاریخ. آنچه که امروز کاربرد داره به کار ببریم. خب این موی سپید داشته، موژه‌هاش سپید بوده، پیگمان‌های رنگی نداشته و همه ازش میترسیدن. چی؟ از میترسیده از سخنهای زشت مردم. خب چیکار میکنه؟ بچه رو میگه برید بذارید. بچه رو بردن گذاشتن. همان خورد کودک بدان جایگاه در البرز، شب و روز افتاده بود بیپناه. زمانی سرانگوش را میمکید، زمانی خروشیدنی میکشید. تا اینجا گفتیم. خب اینک بپردازیم به دنبالی داستان. خب یادمون نره که این البرز، کوه دماوند، در همه داستانهای اسطوره‌های داستانی و تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای داره. اینجا میبینیم که بزرگترین پهلوان ایران پس از سام میشه زال، و فرزند اونم رستمه که دیگه بزرگتر از همه بزرگتر هست. اینو میبینیم که در کوه البرز میرن این بچه رو میگذرن و سیمرغ میاد، همچنان که امروز بخونیم ور میداره. در داستانی که پادشاهی رو از میان رفته کسی نیست،
رستم رو میفرستن برو قباد وردار بیار و بیاد بشه پادشاه. هر کسی رو پادشاه نمی کنن. کار ویژه‌ایه، منش ویژه‌ای میخواد، فر داره، فری که پرهیختگیست، پرهیزگاریه، کسی که اندازی خودشو میدونه و به گفته قدر خودشو میدونه، میدونه که هر کار ناجوری نباید بکنه، پادشاهه. خب پس این البرز و دماوند همیشه یادمون باشه، اینه که بسیاری از سرایندگان هم دربارش گذشته، از گذشته تا امروز، از گذشته های دور که فردوسی باشه تا اینکه برسیم به ملک و شعرهای بهار. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبدگیتی، ای دماوند. خب پس این بچه رو در آنجا گذاشتند و آمدند. چو سیمرغ راش بچه شد گرسنه، به پرواز بر شد بلند از بنه. این بنه رو امروز ما به کار میبریم به نام بارو بنه. چو سیمرغ را بچه شد گرسنه، به پرواز بر شد بلند از بنه. یکی شیرخواره خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید. میتونیم بخونیم: چو سیمرغ را بچه شد گرسنه، به پرواز بر شد بلند از بنه. یکی شیرخواره خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید. ز خاراش گهواره و دایه خاک، تن از جامه دور و لب از شیر پاک. به گردندرش تیر خاک نژند، به سربرش خورشید گشته بلند. پلنگش بودی کاش مام و کاشکی مام و باب، پلنگش بودی کاشکی مام و باب، مگر سایه گستردهیش زافتا. پس ببینید بلند شد، این بچه هاش گرسنه بودن و رفت که این بچه رو بیاره. هنگامی که میره این بچه رو بیاره، ببینیم که اینک چه می شود. سیمرغ بلند شده، بچه هاش گرسنه شده و رفته که خوراک برای بچه هاش بیاد. این بچه رو میبینه که مانند شیر قرنده نگران ناراحت، زیر سرش سنگ اینا. خب سیمرغ هم یادمون باشه که مادره. این مادر گویی مهر مادری بر دلش افتاد، با اینکه با همه اینها برای خوردن بچه هاش باید چیزی ببره. خداوند مهری به سیمرغ داد، نکرد او به خوردن از آن بچه یاد. این سرود رو در جاهایی نمیبینیم، نیامده، در جاهایی میاد. من از امیرکبیر میخونم 1341 که هست. فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ بزد، برگرفتش از آن گرم سنگ. پس اومد چنگ زد و بچه رو ورداشت برد. کجا برد؟ ببردش دمان تا به البرز کو، که بودش بدان جا کنام و گروه. سوی بچگان برد تا بشکرند، بدان نالی زار او ننگرند. پس این بچه رو برد که بچه هاش بشکرند، یعنی شکار کنند و به ناله هاش هم نگاه نکنند. اینو که داره میگه غریزیه، اونو که میگه روانیه که مادر است و اینا. بعد به هر روی اینو که میبره، گویی که دل بچه هم نمیاد که اینو آسیبی بهش برسونن. نگه کرد سیمرغ با بچگان، بران خورد خون از دو دیده چکان. یعنی به بچه هاش نگاه کرد، هم خودش. نگه کرد سیمرغ با بچگان، سیمرغ و اون بچه هاش، بران خورد خون از دو دیده چکان. به این بچه گریان نگاه کردن همشون. شگفتی بدو برفکندن مهر، بماندن خیره بدان خوب چهر. چیزی شگفتی روی داد، همون چیزی که گویی در روانش رخ داده بود، با این روی برده بود بچهاش بشکرن. اینک که نگاه مهربان بچه ها رو میبینه، یک گونه دیگه میشه و از خوردنش پس میکشن. شگفتی برو برفکندن مهر، بماندن خیره بدان خوب چهر. شکاری که نازکتران برگزید، که بیشیر مهمان همی خون گزید. خب این بچه شیر که نبود بهش بدن، پس شکاری که می آوردن، اونی که نازکتر بود به این بچه می آوردن، می دادن که این به جای شیر بخوره، چون بچه شیر می روشید. به مردار و خونش همی پرورید، ابا بچگانش همی آرمید. پس اینو مانند بچه هاش با هم خوراکی که بچه هاش می داد خورد، داد خوراک داد و با اونها پرورش یافت. مدارین تو از کار یزدان شگفت، یا شگفت، ف
فکنده نشد، هر کشو برگرفت. این رو در جاهای گمان میکنن این سرود نیامده است. یادون باشه که یزدان الفش افتاده، اش افتاده، ایزدان هست و این جمع یا گروهیه ایزده، ایزدان. خب ما به جای یکی به کار میبریم اینک و خودش معنیش از یزته میاد که این یزته و یزد و یشن و جشن و همه هم خانوادند. معنی یزته یا یزدان یا ایزد میشه ستوده شده، اسم مفعول ایزده. بر این گونه تا روزگاری دراز برآمد که بود کودک آنجا براز. این بچه که کوچیک بود در کنام بود و سپس یکم هم بزرگتر شد، میگه چقدر تا بزرگتر بشه 7-8 سالش بشه اندازه بزرگی نداره، در نهانی و براز در اونجا بزرگ میشد، چون هیچ که گمان نمیکرد که اینو که بردن گذاشتن در پای البرز کوه در هامون در کناری اون، یک پرندهی بیاد اینو ورداره ببره و پرورشش بده. و این باز از اون نکته هایی هستش که باید بهش نگاه بکنیم که ما در پرورش و آموزشمون چه کار میکنیم. آیا نگاه مادرانه و پدرانه، خواهرانه، برادرانه داریم؟ سرپرستانه داریم؟ آموزگارانه داریم؟ این نگاه ها چه ویژگی هایی دارن؟ آیا این سیمرغ رو بیهوده گذاشتن؟ آیا بگونه ای نمیگه که این سیمرغ فرنشینه، بالانشینه و از اندیشی خوش برخورداره و در حالی که خودش و بچه هاش گرسنن به جایی که بخوره میپروره؟ ما چرا برای خوردنمون و داشتن یه زندگی یه خورده شیکتر، زیباتر میایم مردم دیگر رو از خوردن میندازیم و از داشتن یه زندگی بسیار ساده میندازیم که نمونه هاش پولهای فراوان گرفتن در جایی که مردمی خوراک شب ندارند و به بیچارگی و آوارگی افتادن. خب پس روزگار بزرگی درازی گذشت و این فرزند و این پسر داشت بزرگ می شود. چو آن کودک خورد پرمایه گشت، بران کوه بر کاروانها گذشت. یکی مرد شد چون یکی زاد سر، برش کوه سیمین میانش چو قرو. خب این در کوه زندگی می کرد، میتونست همون چیزی که تارزان هم درست کردن، این یه هم چیزی مانندی میپرید از کوه بالا میرفت میومد پران بالا بلند شد با به مانند سرو. یکی مرد شد چون یکی زاد سرو، برش کوه سیمین، چون سیمین بود دیگه، این سروی بود که برگاش سیمین بود، سپید بود، نقره‌ای بود، سیمین به چم نقره‌ای، سیم نقره، ما بهش میگیم سیم ایرانی، نقره تازیه، سیمین بهش میگیم نقره‌ای که خیلی خنده داره، ما میگیم نقره‌ای، ایش ایرانیه، نقرهش اونه عربیه. خب سیمین رو به کار ببریم، یا زر رو ما به کار نمیبریم، زرگری میگیم، ولی زر رو بهش میگیم طلا به کار ببریم. به ویژه گویندگان، نویسندگان، برنامه سازان تلویزیون ها و به ویژه کسانی که برای کودکان مینویسن از زر و سیم بهره بگیرن تا اینها گم نشن. خب برش کوه سیمین، پس این یه سروی بود که موهاش مانند کوه سیمینی از اون بالا ریخته بود پایین، میانش چو قرو، کمرش چو قرو بود، میشه کوهی که خیلی خیلی چابکه بهش میگن قرو. این چابک هم یکی از اون واژه هایی که داره از میان میره به کار ببریم، تند و تیز و چابک. نشانش پراکنده شد در جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. به سام نریمان رسید آگهی، پس این نشانی یک کسی، یک جوانی که بالای بلندی داره و موهای کمند و بلند و سیمینی داره، در جهان آن روز پراکنده شد و همه میگفتن این کیست. سام هم این رو شنید. به سام نریمان رسید آگهی، از آن نیک پی پور با فرهی. به دل چون درآورد راوی سره، شد آن ناخوشی از تنش یک سره. خب میدونید این از مردم ترسیده بود که بترسید سخت از پی سرزنه، شد از راه دیگر به دیگر، از راه دانش به دیگر منش، اینجوری شد پدر با این روی.
خب یادمون باشه مادرها جز پدر اونا همواره دل میسوزن و نگران بوده و بی برو برگرد و بی گمان با سام دل خوشی نداشته و نشان میداده مادر. مادر شیر قرآنه، پدر رو این اون نمیشناسه، مادر چیز دیگری در نگهداری فرزند. خب به اون که میرسه اینم به هر روی پدر مادر نیست، پدر باری برودشه و همیشه دلگیر بوشه. چون این به گوشش میرسه این دلخوشی رو بهش میاد رو میکنه، از اون ناخوشی سوا میشه. در این حاله که خواب میبینه، خواب میبینه که ببینیم چی شده. شبی از شبان داو دل خفته بود، ذکار زمانه براشفته بود. اینها رو که شنیده بود، خود کار و روزگار و زمانه براشفتش کرده بود و خوابیده بود با ژرفا. بعد پس از اون خواب میبینه، توی خواب خواب میبینه، چنان دید که از کشور هندوان یکی مرد بر تازی اسبی دوان، ورا مژده دادی به فرزند او از آن برز شاخ برومند او. خواب دید که یک مردی، یک کسی که با اسب داره میاد، دوان یا تازان داره از سوی هند میاد. خب از سوی هند که میان از البرزکوه هم رد میشن دیگه، و به سوی کاخ اون میاد. همچنان که به اون میرسه به اون مژده میده که اون فرزند برومند تو اونجاست. نمیگه برومند تو، میگه اون شاخ برومندی اونجا هست، اون کسی که بالا بلنده و کوه سیمین بر سرش هست و کمرش چون غربه، میانش چون غربه، اونجا هست. این دانست که این، یا به دلش نشست که این برز شاخ برومند اوی برز و برز و شانی پهنه، این فرزند شانی پهنه اونه، اون سر بالای اونه. چو بیدار شد موبدان را بخوان. نگاه کنید در داستان ضحاک دیدیم که خواب میبینند و میبینند ایرانیان باور داشتن به خواب گذاری و موبدان هم در این زمینه دستی داشتن. چو بیدار شد موبدان را بخوان، از این در سخن چند گونه برا. خب صداش کرد و باشون گفتگو کرد. ما به جای صدا زدن میگیم بانگ زدن در فارسی. امروز دسفولی ها میگن. امیدوارم دسفولی ها و بختیاری ها بانگت زدم و فراموش نکنید ها. نگذارید از میان بره. شهرستانی ها درخواست میکنم به نام یک شاگرد فرهنگ ایران، این گویش تهرانی و جایگزین گویش خودتون نکنید. این آسیب به زبان پارسیه، چون این کاری ستمه بر زبان پارسی. بچه های افغان، بچه های تاجیک، گمان نکنید که چون تهران زیباست و یه تهرانی میاد اونجا یا یه ایرانی میاد اونجا و ایران از اونجاها زیباتره، شما باید زبانش رو پیروی کنید. نه، چون این کاری نکنید. دکتر نامشو میگم حالا براتون که سرود به کجا شد نیشتابانو میگه. در یکی از کتاباش نوشته بود که به افغانستان رفتیم، در اونجا گذر میکردیم و خب بچه ها گردمون اومد و ما شکلات به اینا دادیم. یکی از اونایی دیگه که اون کنار وایساده بود میگفت آزرمت باد، یا آزر نداری از بیگانه در یوزگی. ببینید، آزر نداری از بیگانگی در یوزگی. ما میایم به جای آزر نداری میگیم شرمت باد، شرم ایرانی نیست. به هر حال گدایی هم ایرانی، در یوزگی واژه نازه. چو بیدار شد موبدان را بخواند، از این در سخن چند گونه بران. بدیشان بگفت آنچه در خواب دید، جز آنچه، جز آن هرچه از کاروان ها شنید. خوابش رو دید، نگفت از اونا گفته، میخواست ببینه خوابش رو میگن چیه. چه گویید گفت اندر این داستان؟ گفت از این داستان چی میپیدا میکنید؟ خردتان بر این هست هم داستان، که زنده است آن خرد کودک هنوز، و یا شد ز سرما و مهر و مهر تموز. که زنده است آن خرد کودک هنوز، و یا شد رفت ز سرما و مهر تموز. چی میگید؟ من این خوابو دیدم، گمان میکنید اون بچه زنده است؟ هر آن کس که بودند پیر و جوان، زبان برگشادند بر پهلوان. که هر کو به یزدان شود ناسپاس، نباشد به هر کار نیکی، به هر کار نیکی شناس. اینم باز در یه جاهایی نیومده. که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ، چه ماهی به آب اندرون یا نهنگ. همه را به همه بچه را پرورانیدند، ستایش به یزدان رسانیدند.
یا همه بچه را پروراننده اند، ستایش بیزدان رساننده اند. تو پیمان نیکی دهش بشکنی، چنان بی کنه بچه را بفکنی. ببینید این باز این نکته ها را در داستان ها ببینید، ما پادشاه داریم، شاهنشاه داریم، این شاهنشاه رایزن داره، یه سری رایزنای خواب گذاریشه، یکی رایزنای فرهنگیشه، یکی رایزنای جنگی، اینا همه رو داریم و رایزنانی از گوشه های ایران داره. برای نمونه گودرز از دست چپ ایرانه، سام از دست راست پایین ایرانه، توس از دست راست بالای ایرانه، هر کدوم از اینا رایزنان ایرانن و نمیترسن از شاه آنگونه روی آذر میدارن، خجالت میکشن به گفته امروزی ها، با این روی نمیترسن و میگه که تو اندازه و قدر رو نشناختی، شیر و پلنگ و نهنگ چه در خاک چه در آب بچه رو پروراندن و سپاسگزاری کردن، چه ماهی به آب اندرون یا نهنگ. نهنگ رو یادتون باشه که بهتون بگم این تمساح نامش نهنگ نزد ما. در داستان رستم سهراب براتون خواهند، نهنگان برون آوری از ز دریای نیر، برون آوری ز دریای نیر نهنگان. خلاصه و تو پیمان شکستی، ز موی سپیدش دل آری به تنگ، تن روشن پاک را نیست ننگ، نگر تا نگویی که او زنده نیست، بیار اوی و برجستنش بر بیست، که یزدان کسی را که دارد نگاه، نگردد ز سرما و گرما تباه. پس تو پیمان شکستی و از موی سپید اون ننگ داشتی، این کار درستی نبود. و اینه که میگی زنده هست یا نه، نه بیار آیو بر جستنش پیدا کردنش بر بیست، برخیز جلد باش برو را بیوف، که اگر یزدان بخواد کسی رو نگه داره از اون سرما و گرمای تموز تابستانی و اینا تباهش نمیذاره بشه، تباه نمیشه. به یزدان کنون سوی پوزش گرا، که اوی است نیکی ده و رهنما، بیا پوزش خواهی بکن که اوی است نیکی ده. ببین آنچه که همواره در فرهنگ ایرانی میبینیم، رای داد خرد نمیدونم گزینش نیکی اندیشی نیک، همه اینا تو فرمان اون است. مرا تندرستی از آن شد کنون، که بر نیکوی رای تو شد فزون. به هر روی گفتش که باشه من پا میشم و میرم، هنوز را نیفتاده، چون شب تیره شد رای خواب آمدش. خب اینا رو شنید و شب شد دیگه، رای خواب اومد. ببین خوابیدن هم رای خواب داره، ببین رای و رای چه اندازه ارزش داره. که از اندیشی دل شتاب آمده، چنان دید در خواب، باز خواب میبینه، امشب هم باز خواب میبینه، چنان دید در خواب که از کوه هند درفشی برافراختندی بلند، یه درفش بلندی برافراخته، غلامی پدید آمدی خوب روی، جوانی پدید آمدی خوب روی، سپاهی گران از پس پشت اوی. خواب دید به دست چپش بر یکی موبدی، سوی راستش نامور بخردی. چند تا نکته در این هست. پس جوانی پدید اومد از راه هند و یه سپاه گران یعنی بزرگ فراوانی هم پس پشت او داره میاد، به دست چپش یه موبد، دست راستش یه بخرده. پس پشت، یکی از دوستان میگفتش که در جایی میگفت یه ماشین داشت پشت میومد، پس میومد. ما تو تهران میبینیم میگن عقب عقب، این نیست، بهش میگفتش که پس، بچه افغانستان یا تاجیکستان بود، میگفت پس واپس بس. ببینید ما اینو امروز بنام شعر بکار میبریم، سرود بکار، پس واپس بس، یعنی اومدی دیگه، تا واپسینت اومدی، آخرین پست اومدی، تمام واپسین پست که اومدی که بسه. سپاهی گران از پس پشت او، ما میگیم جلو، این جلو رو هرچی که پیشه ما میگیم جلو، جلو اینجاست، پیش اونجاست، همه که روبروی ما هست. اینا واژه ها و فعل ها رو باید درست به کار برن نویسنده، گوینده، پژوهنده. پشت اینجاست،
پس پشت، یعنی این پشت هم اینجاست ولی پس پشت، مانند پیش پشت، پس پشت اوی. و نکته بسیار ارزنده دیگری هست در اینجا، ببینید چیه. به دست چپش بر یکی موبدی، یک موبدی که هم خوابگزارم هست و آموزگار دینی هم هست، این ور دست چپشه، سوی راستش نامور بخردی. ببینید در فرهنگ ایرانی در بسیاری از جاها بخرد، فرزانه و موبد، اینا همه هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن، زبان هستن. نه اینکه موبد بخرد نیست، این دکانی نشه و دردسری نشه، نه، یه موبد میتونه بسیار بخردم باشه. موبد یه چارچوب داره، بخرد از اون چارچوب سواست. این همینه. پس ببینید خوابم که میبینه خواب سکولاریزم میبینه به گفته امروزا. بله، یکی پیش سام آمدی، پیش سام آمدی زان دو مرد. خب این یکی بخرد بود و یه موبد، یکی پیش سام اومد از این دوتا و به اون به گفته بود کرد با گفتار سرد تندی که این مرد ناپاک رای و بدون آزرم از خدا، بدون شرم از خدا، اگر ماهی بودی، مرغ بودی، این کار نمی کردی، چرا این کار کردی؟ باز ببینید در خواب می بینه که سرزنش شده و این سرزنش رو پنهان نمی کنه، میاد باز میگه. این تواناییه، این ناتوانی نیست، این فرهنگی که داره به ما آموزش میده ما باید چه کار بکنیم، ما باید توانا باشیم. یکی پیش سام آمدی زان دو مرد، زبان برگشادی به گفتار سرد که این مرد بیباک ناپاک رای، بیباک هستی، رای ناپاک بوده، دل و دیده شسته شرم خدای، تو را دایه گر مرغ شد، مرغ شاید همی، پس این پهلوانی چه باید همی؟ اگر دایه بچی مرغ تو یک مرغی، ببخشید، اگر دایه فرزند تو شایستگیش رو یه مرغ پیدا میکنی، پس این پهلوانی که تو میگی چیه؟ این چه بهره‌ای داره؟ این مرد بیباک ناپاک رای، تو بیباک هستی، زورمند هستی، رایت ناپاک بوده. اینجاست که اون درون روشن و وجدان اینجای اونو گرفته و داره روانشو شستشو میده. گراهوس بر مرد موی سپید، دنبال میکنه سخنشو، میگه گراهوس بر مرد موی سپید، تو را ریش و سرگش چون مشت بید، پس از آفرینند بیزار شو که در تند هر روز رنگیست نو. پس با سردی با پادشاه گفته بکنن، باز این آموزشی درش هست که پادشاه، اگر پادشاه ایرانی از فرهنگ ایرانیه باش رایزنی میشه، تندم باش میشن. در دوره کیکاووس هم میبینیم که تند میشن، بهش میرسیم در داستان رستم سهراب. سهراب کاووس یه چیزی میگه، میگه رستمو بگیرید و آویزونش کنید و توس میخواد این کارو کنه، رو دست توس میزنه، میگه این کیه، تو کی هستی، و میره بیرون و اینجا میره گیو و گودرز و اینها میرن و گفتگو میکنن. یکی با رستم گفتگو میکنه که بابا پادشاه، خب این تیسره پادشاه، تو باید بیا اینجا کنی. به پادشاه هم میرن میگن این کارو نکن. و پادشاه هنگامی که رستم به درگاهش میاد میگه خاکم به دهان پهلوان، و اون میگه نه، من کوچکتر تو هم اگر شایستگی کوچکتری رو داشته باشم. من چون داستانو بخوام این هفته رو ببندم، یادآور میشم که دوستان چپ ما اینو که میخوندند، امیدوارم دیگه نخونن، اون بخش نخست رو میگن که کیکاووس گفته که ما خاکم بدهان، بخش دومو نمیخوندن و شاید نخونن، هنوز نمیدونم، که ما کوچکتر از آنیم که بخوایم کوچک باشیم پیش تو. پس ببینیم این داستان چگونه پیگیری میشه، ببینیم چگونه شاهنامه در بند بندش، در واژه واژش به ما آموزش میده، و این ما هستیم که باید بیاموزیم. اگر نیاموزیم 57 دیگری پیش رویمون هست. ببینید ترکیه چه شد، خنده دار بود، یه بازی سر مردم در آوردن، یک سری رو به کشتن دادن، پوست خربوزه زیر پای یه عده گذاشتن. این کودتا نبود، بازی بود. روز روزگار به شما خوش، بدرود تا درودی دیگر.